سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز. امروز دوباره در خدمت شما هستم عزیزان دل، سعیه و سالم و با صحت کامل. امیدوار هستم که شایعه سازی که در مورد سارا شده یا در مورد من شده هیچ کدامتان باور نکنین، چون یک چی براتان بگویم، این روزها مردم یوتیوبرها دنبال از این میگردن که یک چیزی دروغ جور کنن و درباره یک نشر بکنن. من این روز در اینجا روبروی تان استاد هستم و سعی و سالم. نه چشمم کبوت است و نه دستم نه پایم، کل وجود من سالم هستم. صبح از خواب بیدار شدم که بسیار پیام ها و مسیج ها آمده که سارا جان خوب هستی؟ چطور هستی؟ ما بسیار ترسیدیم، لطفا زود جواب بدی که ما از نگرانی در بیاییم. هیچ خود من خبر نه که دیروز یک ویدیوی درباره من نشر شده که سارا را مورد حمله یک افغان قرار گرفته و یک افغان بسیار لد و کوبش کرده و در یک مالی چنین و چنان. ویدیو رو بر من فرستاده بودن و من فورا صبح که از خواب بیدار میشم اولین کاری که میکنم رفتم موبایل میبینم. خب یک فامیل، چند تا فامیل دارم که خدا رو شکر در وطن هستن و دور از اینجا نزدیک من هستن، یعنی خدا رو شکر گفتم سالم هستن. خب اینا در قصه من دیگه وقت نیستن. خب ترسیدم، میترسم بعضی وقتا که اینا درباره ما یکان چیز بشنون و فشارشان بالا بره یا یک کمی نگران شون. وگرنه خود من این فامم از فامیل من کده زیادتر مردم های دیگه که مرا دوست دارن در قصه من هستن. شاید این ویدیو را در دست فامیل من رسیده باشه که اینا دیده باشن، ولی هنوزم که هنوز است من چیزی ندیدیم در مسیج و در اینستاگرام و پیام میامی یا در راستا. مثل که یک سوی تفاهم پیش آمده که سارا مورد حمله قرار گرفته. نمیفهم یک افغان جنگ کرده ای را یک مرد افغان زده، نه یک قسم نیست. خب دیروز که ما رفته بودیم مال و قدم میزدیم داخل مال که دوکانا را بگردیم و با یک دوستم بودم. خب خدا رو شکر اولادایم نبوده، که اگه اینا می بود خب چیز یعنی گپ کلانتر می شد. چون داخل مال قدم می زدیم که یک دو تا دختر از بغلش تیر شدم، مثل که یا من رو می شناخت یا یه دوستم که یک خانم فارسی زبان بودی رو می شناخت. مقصد بسیار همه تو خوب طرف ما دید و بین خودشم قصه می کردن. ما رفتیم در اون دکان و پس بر آمدیم و همون تو مال کلان است و که نام خدا شلوغ پلوغ هم بود دیگه. ما هم از مال پس بر آمدیم، از دکان در یک دکان دیگه در آمدیم دنبال همین تو یک چیزایی خورده ریزه میگشتیم. هم میخواستیم یک کمک تایم برای خودمون مانده بودیم که هم را بریم و هم یکان چیزاکا بخریم. بعد در را رفتن که ما متوجه شدیم که این دو تا دختر که نمیفهمم چی شده بود که آمد دنبال ما، که یک نفر بسیار از دنبالتان را میره و شما را تعقیب میکنه. ما ترسیدیم که خدای نکده اگر اتفاق براتون بیفته. من گفتم مگه ما چه کاره ایم؟ اگر آدم های غریبی که در امریکا به گفته به خیلی ها نان در زور پیدا میکنیم، چرا ما را تعقیب میکنه؟ خب هیچ گوش نکردم، گفتم نی برو بچه ایم اشتباه دیده کدام دیگر، کدام میلیونر، کدام همی شفیع عیار بوده یا کدام دیگر بوده، شاید تو اشتباه کرده. خب گمشا گوش نکردم، اینا برای رفته در گارد گفته که ببینی مردکه اینا رو تعقیب میکنم. من گفتم ولی اینا گوش نکردن. یک دفعه دیدیم که یک افغانی بیچاره ای هم تو را گارد گرفته، دستش که چی شده چرا اینا رو تعقیب میکنی؟ او گفته خب مرا گفته ای را میشناسم و نمیفهم دوستای ما هست و نمیفهم چی هست، میخوایم کتش گپ بزنم. بعد اینا صدا کردن که همچین چیزی هستی را میشناسی؟ گفتم نه، طرفش دیدم گفتم نه من را نمیشناسم. گفتی میگم من میشناسم. گفتم کی هستی و بچه تو؟
پیشش رفتم یک هم تو یک بچه تقریبا 30 ساله، 32 ساله هم تو نام خدا هم تو مقبول خوب هم تو تانور دیگه. از سرش پایان انداخت، گفت من هرچی زنگ میزنم در فیسبوک ور نمیداری، خب در اینستاگرام هم زنگ میزنم ور نمیداری، چه کنم؟ خب اینجا دیدم تا نگفتم که تا گپ بزنم، اینا مرا گرفتن که چرا گپ میزنم. در اون وقتی که ما با اینا گپ میزدیم این دخترک ها ویدیو گرفتن، یک ویدیوی چند دقیقه ای گرفتن، اینی که در روی ویدیو هم گپ زده که ببینید مردم اینی افغان ها بسیار خطرناک است و ببینید که زن تعقیب میکنه، این زن یک زنی هست که کمک میکنه زنها را، و در بارش همچین چیزایی را گفته. و اینه گفتم خب چرا میخوایم روی مگب بزنی؟ گفته هیچ، هم تو شما را بسیار دوست دارم. و گفتم یعنی دوستی چی تو دوست داری؟ جای مادرت هستم، میشه بچه من مادرت رو دوست داشته باشه؟ گفت نه من خب مادر ندارم. چنان خب یک زن بسیار شجاع هستین و یک زن افغان هستین و دوستتان دارم. گفتم خب امیر آدم مسیج بر من میگفتی و اینجا جنجال بر خود جور کردی، حالا ترسیده یک قدرم نه ترسیده بود از این، خب کار اشتباهی نکرده بود، فقط امی که یک گارد استاد کنه بگه چرا یکی را دنبال میکنی. خب در امریکا فوراً پلیس میآید، خب خدا رو شکر کردن چه قدر پلیسش اکتیو هست، اگه یک نفر یک چیزی مشکوک ببینه فوراً میآید. خب به خاطر همین است که امریکا یک قدر قدرتمند و یک قدر پیشرفته هست. خب گفتم که بچه بر من زنگ میزدی؟ گفت سرش پایان انداخت، گفت خب امیال میخوایم که از شما گپ بزنم، من شما رو بسیار خوش دارم. گفتم بچه برو پشت دیگه گبان نگرد، اگه بچه من حساب کن مادرت هم سن ما باشه، بچه ما بیاید پیش مادرت احساس شوه که من تو رو دوست دارم چه بد معلوم میشم. یعنی خاله بگو، عمه بگو، افغان بگو، تو دوست داشتن و دوست دارم در بین چیکار میکنی؟ موتروانی یاد داری که موتر موتر بودوانی یا یک موتر موتر بوشه؟ یا یاد دارم سرش پایان انداخت. من بازم گفت من مادر ندارم. گفتم خب مادر که نداری، خب خیلی میخوای که یک کسی باشه که تو را از تو مواظبت بکنه. خب خلاصه گفتم پشت قصه نگرد، برو پشت کارت برو. در اینا میگفتم نه افغان است، افغانا ضرر به افغانا به زن افغان نمیزنه، اینه شما مطمئن باشید. این که هر جای شایعات میشه که افغان نمیفهمی کار است و افغان نمیفهمی کار است، و افغان به جز فامیل خودش درون خانه در احدی آسیب نمیرسانه. این که بعضی جای در اروپا اونجا جنگ میکنن 3-4 تا یک جای میشن، این پیشی او پف میکنه و پیشی پف میکنه که آمه تو بلد است و مرایی تو میزنه و بر علیه دین ما تو گفته. خب من خواهم چی چیزی هم نگفتیم، کسی در من کار هم ندارم. خواستم شما را از دمی سوی تفاهمی که بر کلتان پیش آمده بود با خبر بسازم. خوبی رفت و برش گفتم در اینستاگرام بر من پیام بدی که چه کار داری. خب هنوز جوابی رو ندادم، اینستاگرام بسیار پیام داده. خواستم این را براتان بگویم عزیزان دل، افغان، مرد افغان، بار بار براتان گفتم دور از خوبا شعر خانه روبای سارا هسته. هیچ وقت خود درگیر پلیس نمی کنه، هیچ وقت درگیر دولت نمی کنه. این که در اروپا بسیار دپورت میشن اینا در خفا که سوشال میدیا چیزای فیک جور کرده بودن، این را تهدید کو، از همون طریق اینا گرفتار شده، اگر نه اینا در سارا و بیرون در سرک اینا در سر کس حمله نمی کنه. اینا کس باز به خصوص زن افغان هیچ وقت یک مرد افغان آزار نمیده، یعنی در سرک و جایی. اگر من باورم میشه، من خب همیشه لباس ما شما دیدین که من هیچ وقت لباس نامناسب نمیپوشم، بازم اگر بپوشم اینجا امریکا است، ولی هیچ وقت اینا لوچم که اگر افغان ببینه گپ نمیزنه. شما تا جایی که دیدین یک مرد ایرانی یا پاکستانی پیش یک مردی افغان بشه نبگه آ فلانی زنه میشناسی یا فلانی دختره، من میفهمم خرابکار است. ببین دان و بینی شکه میکنه که تو درباره زن افغان گپ زدی. او خب طالبا گپش جدا است که طالبا امروز نام کشیده که نمیفهم فلانی، ولی افغانای ما چی پشتون باشه، چی تاجیک باشه، چی هزاره باشه، چی اوزبک باشه،
اینقدر این رو من به حساب غیرت این رو حساب میکنم که هیچ کسی پیش اینا گفته نمیتونه که مثال این زن افغانی کاره هستم. ای که درون خانهشان جنگ میکنه، از زنشان آزار میتن، دخترشان آزار میتن، عروسشان آزار میتن، یا تجاوز میکنه یا به عروسشان یکان کار میکنه یا به دخترشان یکان کار میکنه، او در خفا هست. به خاطری که من بار بار براتان گفتم شعر خانه رو بای سارا است. ولی یک مردی که خود از افغانستان در امریکا برسانه در سختی بیای، یک بچه جوان باشه یا مرد باشه یا پیر باشه جوان باشه، او هیچ وقت این کار نمیکنه که خدای نکرده او برای کیس خود یک کار جور کنه. تشویش نکنین، خدا را شکر جور سالم هستم. خب خدا را شکر که هنوز فکر کنم همی فامیل های من که خبر نشده، اگر نه خبر هم شوه اینا همچین من دوستم ندارن، به خاطر کلشان شیعه چی هسته چی میگن، شیعه امیرالمومنینی یا محمدی یک چیز میگن، از اون شیعه هایی هستن که چاپلوس های ایرانی، یعنی چاپلوس های رژیم اسلامی، به خاطر که اینا اگر نماز هم یاد نداشته باشه میگم ما شکر مسلمان هستیم و شیعه های یا امام هستم های یا حضرت معصومه. اینه براتان گفتم که خب هرچی باشن مره خوششم نبیاین، باز یکان تایشان شاید فشارش بالا بره که امی اگر نباشه خب یکان درو دلار کی بر ما کمک میکنه به این خاطر، و اگر نه من یه بچاره مثل بعضی ها یتیم هست، من دو تیم هستم از طرف این فامیل گفتم بیخی دیگه. کسی از فامیل من مره دوست نداره. امروز که آمدیم اینجا براتان ویدیو جور کردیم فقط به خاطر شما هست که من صدها پیام گرفتم که خواهر سارا زود جواب ما را بده، تو جور هستی، چی شده و چی شده در سرت، ما شنیدیم کدام حادثه ای رخ داده و خداوند نابود کنه و افغانی را که بر تو حمله کرده مگه تو چیکار کردی. نگفتم این چیز نیست. خوب رفتم در سر از این ویدیو دیدم که دختر بسیار گرم کرده این ویدیوش که هانه تو ما زنا هر جای هستیم، ما دخترا از دست همه مسلمان ها روز نداریم، همه مسلمان ها ما رای تو میزنه برش پیام دادم کدوم زودی را دلیت میکنی که وگرنه من از دست تو شکایت میکنم. اول خود جواب من را نداد، گفتم زود دلیت کوی را، کی برای تو اجازه داده که تو ویدیو بگیری، مگه این شهر هرت است، تو نمیفهم اینجا امریکا است. گفتم این همیالی شکایت میکنم تو را کتم پیجمیش تو رو بند میکنه. خب خدا رو شکر بعد از یک ده پانزده دقیقه ایره دلیت کرد و کسی هم شیر نکرده بود به جز یک نفر که خودش رو گفتم کی شیر کرده این میشناسی؟ گفتم میشناسم، حالا بر پیام میتونم که اون پاک کنه. گفتم اگر این تیت شوه این ویدیو من میفهمم تو، در حالی که نمیفهم کی هسته، ولی خب خواستم یک کمک مثل افغان ها یکم پوف کرده باشم، چون خب میفهم این افغان ها پوف کردن عادتش هسته و من پوف یاد ندارم، ولی یکان وقت که اصابم خراب شوه یکان چیز میگم. خب این دلت شد، خدا را شکر، خدا کنه که این خب یک 500 نفر دیده بود، خدا کنه که این تیت نشده باشه در افغانستان و ایران، اگر تیت شده باشه اینا ببینه خب یکی اونجا در فورا در ماجید رفته گلیم مرا میندازه دور از جانم. یکی دیگه شام میگه خو اینه تو بر ضد اسلام تو گفته بود، که خدا رو شکر تا هنوز همچین گپی نزدیم. خب دروغ یک کلاغ چل کلاغ میشه، دروغ پشت سر دروغ. و یک قوم و فامیل ما هم که خدا رو شکر در اروپا است و خوبی میگه خوب نکشد این حال خوب شد، من خوب برش گفته بودم که تو ملا خانه هستی، بیادرت ملا، بابت ملا، مادرت ملا، مکه دختر مامایت هست ملا، خوب شد. یکی دیگه از ایران میگه او دیگه چادر را سر میکنه دیگه خانه در خانه، میفهم این چی شده و نه او ما که گفتیم برش که نکنم این کارت تو دختر شی هستی، تو یک زن شی هستی. خب دیگه اینجا در این وسط دیگه چی میشه، بشاره یک مادر پیر دارم، خب دیگه کسا اگه در قسم نباشه و نمو شاید که گریه بکنه و نزد را بگیره و دیگه کنه که این دختر من را چی شده. هیچ چیز نشده، هیچ اتفاق نافتاده، هیچ کاری هم نشده، یک سوی تفاهم بوده. هر افغانی که من را میبینه، من را افغان ها من را کلشان دوست دارن، من میفهمم این را براتان با ثبوت بگویم، فارس زبان ها، افغان ها، هر کسی که گب من را میفهمم، مردی افغان هیچ وقتی در سرنگ یا در جایی در زن افغان حمله نمیکنه،
چون اینا قدر دو چیزا یعنی پایبند هستن. باور کنین در هندوستان جیم می رفتم، یادم میایه با یک خانم بسیار دوست بودیم، مردوی ما شوهرش می آمد از یگان بار که یگان پیسه چیزی که لازم داشت، شوهرش می آمد داخل جیم درش پیسه می داد، بعد صدا می کرد مرا، می گفت تو پیسه لازم نداری، یک بار دو بار بیایی نیره بگی. یک بار دو بار در زنش گفتم که همیشه تو نیشه هستم. گفت چرا؟ گفتم هر بار چی رو میگیدم من پیسه پیش میکنم. گفت خب مثل خواهرش هستی، خیال میکنم که اینو تو یگان چیز لازم داری. باور که هنوز هم کارش یادم نمیره که یگان بار که با اولادا قصه میکنم میگم اسمش غفور بود، قماندان غفور، میگفتم لالا غفور که مرا میبینه میگه تو پیسه کار نداری. بعد زنش برش گفته بود که نمی سارا بعدش آمده دیگه سعی که تو کار نکنی. یک روز معذرت خواهی کرد، گفت من یک افغان هستم، وقتی که برای زن خود پیسه میتونم تو رو خواهر حساب بکنم. میگم خب شاید میرین چای میخورین نان میخورین، یگان جایی که میدید در سرگاه همین جا قسم است. در یگان جایی که با زنش بودیم میگفت ببوریم رستوران، بیبوریم یک نان که یک برگر که میخورین چیز دیگه نخوردین، حتما بیبوریم. من خودم نمیشینم، فقط شما رو میشانم و برتان غذا میگیرم، خودم هم میرم. یعنی اگه از من خجالت میکشن این اتفاقات همینجا افغانایی که میشناسم اگر مرا ببینن استاد میشن. خب خیلی افغانا مرا میشناسن، منظور مردای افغان هستن، حالا زنای افغان نه. خواهر سارا خوب هستی؟ سارا جان چطور هستی؟ فامیل چطور هسته؟ خوش میگذره؟ همه چیز خوب است؟ خب یک نان خوردن که میریم بوریم یک نان. خوب شما میفهمین که افغانا در این بابت که هر چی که دربارش تعریف بکنیم یعنی کم گفتیم. من درست است که اینا را دو میزنم به خاطر زنایشان، به خاطر مادرایشان، به خاطر دخترایشان، ولی حق از حقیقت نگذریم، از حقیقت نگذریم. این که میگه افغان تروریست است، دختر در ویدیویش گفته بود من بسیار بدم آمده، افغان هیچ وقتی بد شده نمیدانم. افغان اگر برش یک لقمه نان بده برای تو ده لقمه دیگه جور کرده برای تو میتر قابلی برای تو پخته میکنه، یک چای برش بده. و اگر هیچ چیز نداشته باشه، ببینین تا جایی که شاید ایرانی ها میره درک کرده باشم، اگر یک مهمان یک افغان شوی هیچ چیز نداشته باشه، قرض کرده میاره برای تو غذا جور میکنه و برای تو بسیار تو را عزت میکنه. و من خواستم امروز فقط برای شما بگویم که لطفاً لطفاً ویدیوهای دروغ جور نکنید، مردم را به تکلیف نکنید، به تشویش نندازید. بعضی خواهرای ما را، ولی دخترام که من دوباره کتش گپ میزنم هیچ چیز نیست. یعنی اگر او ویدیو را دیدین کدام جایی سوء تفاهم پیش آمد، سعی بکنین که بفهمین که دروغ هستن، دروغ هسته. تو برا بگویم یا تک تاکرا بگویم، اینا برای دو دانه فالو حیران میمانه که چه دروغی را جور بکنه که یک چل نفر ببینه. ها یک دو نفرم زیرش کامنت کرده بود خوب نکردم، گپ که میشه میگه پیغمبر تو، گپ که میشه خب ما چی گفتیم؟ یکان بار گفتیم که افغانستان طالبا امروز فردا میگه شطور میاریم دیگه موتر سوار نمیشیم، چون پیغمبر اسلام در شطور طرف طرف میاد. آخی اون گب هسته که توی را بخچه کرده در جبت کرده خواهر. یکی دیگه هم گفته که خوب شده امیر خوما، گفتیم قدر هر کار هر چیز که میگی در اسلام ربط ندیه، میشه در اسلام ربط میده. خوب دیگه هر کس میفهم نظرش، ولی خدا را شکر جور سالم هستم، هیچ وقتی کاری نمیکنم، کاری نکردم که خدای نکرده کسی سر من حمله کرده باشه یا بابا کسی دشمن باشم. کلی افغان ها رو دوست دارم، افغان ها من رو دوست دارم، همه فهمم ای که یگان وقتا که در سر مردایشان بد میخوره یگان چیز نوشته میکنه، بسیار کم نوشته میکنه تو چرا با ما دشمنی داری و تو چرا ما رو بد میگی. این خوب معلوم است، به خاطر که من از صبح که میگم طلاق بگیرین، طلاق بگیرین، طلاق بگیرین، با مرد بد نشینین، با مرد جنگره زندگی نکنین، با مرد شکاک زندگی نکنین. خب طبعا که اینا از من خوشش نمیاد. خوب عزیزان دل با شما بودم، خواستم شما را پای دست من نشان بدم که من جور سالم هستم، خدا رو شکر هیچ مشکلی ندارم و هیچ چیزی هم نشده، فقط ما گپ میزدیم، این دختر ویدیو گرفته و ویدیو را نشر کرده در سوشال میدیا انداخته و
که خودش گفت نه فقط همینجا انداختیم در تیک تاک و بند کرد و که پشیمان هم شد که اینجا کسی نمیتونه از کسی از دور ویدیو بگیره و او را بندازه و در سر از او گپ بزنه که ببین خب ممکن بود همین بچه دوست ما بود یا بچه یک فامیل ما بود کتش گپ میزدی میخونه میشه که هر کسی که ما گپ زد اینا بگه او در سر او حمله کرد. اینه ای گپ گاوی خوبی نیست. خواستم فقط همین را با شما شریک بسازم و شما را بگویم که من جور سالم هستم. امیدوار هستم هیچ کسی به تکلیف و تشویش نشده باشه. خواهرای عزیز من نازنینا که تقریبا گفتم حساب کردم به حساب بود از بس که مسیج داده بودن، کسایی که در تیک تاک مرا فالو میکنن، کسایی که میشناسن چی از امریکا چی از اروپا، بسیار پیام داده بودن که لطفا جواب ما رو بدید. جوابتان همین است که من صحیح و سالم هستم، خدا را شکر، خدا کنه که هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یگانه بوده باشید. خدا حافظتان، هیچ وقت دروغ باور نکنید. خدا حافظتان.